خوش آمدید به برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب در ایران در روز 16 بهمن. مصادره اموال که بعد از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد گستره ای وسیع دارد. از توقیف اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آنها تا مصادره و تصاحب اموال و املاک کارخانه‌دارها و کارآفرینان. خلأ به وجود آمده در اوایل انقلاب و رواج نگاه چپ و ضد سرمایه‌داری در بین گروهی از انقلابیون باعث شد حساب و کتاب این مصادره ها از دست در برود. نعیمه نامجو در گزارشی نگاهی کرده به بستری که انقلاب و فرمان آیت الله خمینی برای تصاحب اموال به دست داد و سرانجام اموالی که مصادره شد. انقلابیون جوان با اسلحه هایشان در کاخ شمس پهلوی، خواهر شاه سابق ایران، می گفتند این کاخ به دولت جدید تعلق دارد و آنها محافظانش هستند. صحنه ای آشنا در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. کاخ ها و محل سکونت خانواده پهلوی تصرف می شد و در مواردی اشیای گران قیمت به سرقت می رفت. اداره این ساختمان ها هم در روزهای اول به دست بعضی روحانیون و آنها که در انقلاب شرکت داشتند افتاد. تنها چند هفته بعد از پیروزی انقلاب در اسفند 57 آیت الله خمینی فرمانی خطاب به شورای انقلاب صادر کرد و به این شورا مأموریت داد تمام اموال خانواده پهلوی را به نفع فقرا، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند. فرمان آیت الله خمینی قطعا عامل اصلی در واقع عامل اجراییش بود، ولی بستر تاریخیش همونطور که اشاره فرمودید فضای چپی بود که در اون زمان در ایران حاکم بود و فضایی که در واقع الگوی اقتصادیش الگوی اون زمان ورشکسته اقتصاد دولت زده از نوع شوروی بود. با اینکه اون الگو در حال ورشکستگی بود، رهبران ایران و چپ ایران در واقع تمام تلاشش این بود که اون الگو رو در ایران پیاده بکنه. فرمانی که زمینه تشکیل سازمانی که امروز به بنیاد مستضعفان معروف است را فراهم کرد. کار به مصادره اموال خانواده پهلوی خلاصه نشد. کمیته ها و گروه های مسلح در شهرهای مختلف ایران قدرت گرفته بودند و هر کدام منطقه تحت کنترلشان را آنطور که می‌خواستند اداره می‌کردند. کمیته های مناطق، کمیته های محلات، کمیته ها تو شهرها، کمیته های انقلاب که تو مسجد ها درست شده بود و معمولاً هم یه روحانی مسجدی بالا سرش بود و اتفاقاً اسم پاسدار رو هم اونایی که تو کمیته ها بودن از اسم سپاه بعد از اینکه تشکیل شده بود قرض گرفتن، مطابقشون گفتن پاسدارهای کمیته. اونا خیلی جاها، خیلی شهرها، شمال ایران به خصوص می رفتن می گرفتن، یه ختم یه امام جماعت یه مسجدی مثلا می نوشت، می رفتن باغ یکی رو می گرفتن، انبال یکی رو می گرفتن و یه جاهای بی صاحب شده بود، اصلا صاحباش گذشته بودن رفته بودن، ملک طرف، خونه طرف، می رفتن تصرف می کردن، توش می شستن. گزارش های زیادی از ریختن شبانه به خانه افراد منتشر می شد. هنرمند و نظامی سابق و گروه های مختلف در بین کسانی بودند که اموالشان مصادره می شد. قرار بود ضبط اموال بعد از رسیدگی قضایی انجام شود، اما آنچه در عمل در شهرهای مختلف اتفاق افتاد غیر از این بود. موضوعی که گفته می شود حتی نارضایتی بعضی در دولت موقت را هم به همراه داشته. در کنار اینها و در اقدامی سازمانی یافته تر هم قرعه به نام کارآفرینان و سرمایه داران و کارخانه دارها افتاد. صاحبان صنایعی مثل این با کفش ملی به تابستان قدم بگذاری. کفش ملی که میگویند در سالهای منتهی به انقلاب بیش از 330 شعبه در سراسر ایران داشت و بزرگترین تولید و توزیع کننده کفش خاورمیانه بود. مجموعه‌ای که حاصل 2 دهه تلاش محمد رحیم ایروانی بود. یا این یکی، ایران ناسیونال که محمود خیامی بنیانگذارش بود. او بانک صنعت و معدن
و فروشگاه‌های زنجیره کوروش رو هم پایه گذاشت. این نام‌ها و بسیاری دیگر که رونق صنعت و کارخانه‌ها در ایران به وجود و حضورشان گره خورده بود، فرصت پیدا نکردند کارشان را پیش ببرند. وقتی ثبات سرمایه وجود نداشت، خروج سرمایه از ایران آغاز شد و مهمتر از خروج سرمایه مالی به گمان من در دراز مدت، خروج سرمایه فکری بود. ایران از همون زمان شروع کرد به از دست دادن برخی از بهترین فعالین اقتصادیش. شما اگر نگاه بکنید به کاری که همون نسل که در ایران مصادره شدند و از ایران خارج شدند، چه در آمریکا و چه در اروپا چه توانایی‌های اقتصادی ایجاد کردند، چه انقلاب اقتصادی در واقع ایجاد کردند، اون وقت می‌بینید که بهای این حماقت تاریخی که در اون زمان صورت گرفت برای ایران چه بود. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع راه کسانی که ایران را در مسیر تبدیل شدن به یک کشور صنعتی قرار داده بودند بیش از پیش بست. قانونی که با شعار نجات صنعت و اقتصاد ایران اجرا شد و در متن آن نام 51 نفر که اموال و داراییشان مصادره شده آمده. در سازمان گسترش من خودم کسایی بودم که واقعا 6 ماه نگذشت رئیس سازمان بودم، در عمل و عینی دیدم که اینا حرف مفته. ما دولت رو بیایم بکنیم سهامدار و یا کارخونه دست مردم بگیریم. صنعت احتیاج به بخش خصوصی داره، صنعت احتیاج به رقابت آزاد داره. قبل از ایران هم این تجربه شده بود، در هند شده بود، در چین شده بود، در خود شوروی شده بود. رفت دنبال این که صنایع رو ملی کنه، اقتصاد رو دولتی کنه، بعدم پشت درهای بسته خودکفایی درست کنه، لغتی که تو ایران هم باشه. همه شکست خوردن. ما هم در ایران در دهه 60 هجری شمسی، دهه اول انقلاب، تمام این کارا رو کردن. یعنی بانک‌ها ملی شد، بیمه‌ها ملی شد، کارخونه‌ها ملی شد، اومد تصدی دولت، رقابت افت کرد و با دنیا رفتیم دنبال خودکفایی، همه چی رو خودمون بسازیم، با دنیا هم قطع رابطه شد. چرخ صنعت دیگه با چرخ دنیا نمیچرخه. میلیاردها سرمایه گذاری شد اما تمام سرمایه گذاری ها بعدن بشکست شدن. فهرست دقیقی از شمار کسانی که در طول سالهای اول انقلاب و حتی بعد از آن اموالشان مصادره شد در دست نیست. اما بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمانهایی عریض و طویل تبدیل شدند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شوند. سال 2013 خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد با عنوان امپراتوری اقتصادی رهبر ایران که بر پایه اموال مصادره‌ای ساخته شده. آنطور که در این تحقیق هم اشاره شده، تصویر کاملی از درآمدهای ستاد اجرایی فرمان امام در دست نیست. اما رویترز دارایی‌های این ستاد را در آن سال 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. گفته شده شواهدی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای از دارایی‌های ستاد استفاده شخصی می‌کند وجود ندارد، ولی زیر دست داشتن این حجم ثروت به او قدرتی غیر قابل کنترل می‌دهد. قدرتی اقتصادی که شاید آثارش در نگاه اول در زندگی روزمره رهبر ایران و محل سکونت او دیده نشود، اما به گفته تاریخ نگاران گستره و میزانش به هیچ عنوان با ثروت محمد رضا پهلوی قابل مقایسه نیست. نعیمه نامجو، بی بی سی. در همین رابطه نعمت احمدی حقوقدان از تهران به ما پیوسته. آقای احمدی، مبنای حقوقی مصادره های سالهای انقلاب چه بود؟ سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید از 17 شهریور که حکومت نظامی در چندین شهر کشور برقرار شد در سال 57، عملا اعتصابات از درون شهرها شروع شد و به کارخانجات هم کشیده شد. تقریبا کارخانجات تا 22 بهمن تعطیل شدند. یعنی اگر من و شما هم در جای مسئولین قرار می گرفتیم، راه چاره ای نداشتیم. کارخانه ها تعطیل شد، اعتصابات سرتاسری شد. رادیکالیسمی که در اون تاریخ ها در مقدمه برنامه شما هم گفته شد حاکم بود، چه چپ چه مذهبی و چه راست،
شوراهایی رو در کارخونه ها تشکیل دادم. من خودم در اون تاریخ تازه وکیل شده بودم، دو تا شرکتی که وکیلشون بودم، مدیران شرکت رو در دستشویی کارخونه بازداشت کردن کارگران. بنادر بسته شده بود، مواد اولیه نمی اومد و بانک ها وضعیت خاص خودشون پیدا کردن، حقوق ها پرداخت نمی شد. شورای انقلاب چاره ای نداشت به باور من در اون زمان، در اون مقطع چاره نداشت. اما بعدش خب اشتباهات پشت اشتباه به اینجا رسید. در وهله اول کاخهای سلطنتی بودن که خب نماینده گذاشتن که برای حفظ و حراستشون در گفته شما هم بود. دوم رسید به کارخانه ها تا تیر ماه. شورای انقلاب تا خرداد و تیر ماه تحمل کرد. در خرداد و تیر ماه کارخانجات عظیمی مونده بودن بدون سرپرست، بدون سرمایه، بدون گردش مالی. کارگرانشون ماها حقوق نگرفته بودن، هر روز اعتصابات بود، شوراهایی تشکیل میشد، تصمیمات خلق و سایه‌ای گرفته میشد که مبنای علمی نداشت، نمیشد کارگر کارخانه ها رو اداره کرد و قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران بسته شد، تصویب شد. این قانون مبنایی شد که بعداً بنیاد مستضعفان شکل گرفت و بنیاد شهید. در این قانون در ابتدا 51 نفر اموالشون رو گرفتن و خیلی اسامی عجیب غریبی رو داخلشون میبینیم: جعفر اخوان، گروه فرمایان، علی رضایی، عبدالحمید اخوان کاشانی، علی شکرچیان و این گروه مختلف که بیشترین ابتدای صنعت ایران را از دهه 40-50 را انداخته بودند. اینا در مالکیت دولت در آمد و این قانون حفاظت صنایع ایران ماده ای داشت که بند الف، بند ب، بند جیم داشت و اینا بندی شد بر پای کشاورزی، صنعت، معدن و آمدن یک طرح بسیار ناسوابی رو در اونجا پیاده کردن. شاید چاره نداشتن که اگر میزانی از ثروت دارا به اصطلاح بدهی این کارخانجات به سیستم بانکی مازاد بر یک عددی باشه و اون در مالکیت دولت قرار میگیره، خب طبیعی است هیچ کارخونه ای، هیچ کارگاهی، هیچ مزرعه ای، هیچ پروژه ای نمیتواند نقدینگی داشته باشد. به تبع بدهی ها خیلی بالاتر از آنچه که وجود داشت بود و روی کاغذ. اینا به مالکیت دولت در آمد. در سال 58 قانون اساسی هم نوشته شد. بله. در اصل 49 قانون اساسی هم ما سه تا اقتصاد، در اصل 44 گسخایی میکنم، سه تا اقتصاد رو داریم: اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی، اقتصاد خصوصی، بخش خصوصی. اقتصاد دولتی اگر بیان آکاردونی نگاه بکنیم میبینیم یک برگشت سیر قهقرایی پیدا کردیم. ما در ابتدا کلیه بانک ها، بیمه، راه آهن، پست و تلگراف و تلفن و و و و معادن، صدها، همه اینا رو ملی کردیم، رادیو تلویزیون. بعدا دیدیم این کار درست نیست، کار غلطه. همه اینا رو در بخش خصوصی سازی برگردوندیم و نهایتا هم به این خصولیت ها رسید که وضع اقتصاد نابسامان امروز رو در پی داشت. بند الف، بند ب، بند جیم قانون توسعه حفاظت بندی شد بر پای اقتصاد کشور، اما به همین نبود. بله آقای احمدی، الان تکلیف این اموال چه شده؟ چون هستن بعضن کسانی که در سالهای گذشته به ایران برگشتن و تونستن اموالشون رو پس بگیرن. من ظرف یه مدت اندکی تکمیل بکنم. متشکرم. خیلی فرصت نداریم، فقط اگه زودتر بتونین جمع بندی کنین. خب علت همین شد، غیر از کارخونه و کارخانجات و اینا، ما دیگه در شهرستانهایی که اینو نداشتیم کمیته ها تشکیل شد و دفاتر امامان جمعه تشکیل شد، دفاتر روحانیون تشکیل شد و یه سری مسائل قبیله‌ای، قومی، شخصی هم وجود اومد. اموال افرادی رو گرفتن که اصلا مشمول این قانون نمی شدن. فلان کس هنرپیشه بود، فلان کس نمیدونم یه دوره نماینده مجلس بود، سمتی داشت، مدیر کلی بود. بله. اموال اینا هم شروع شد به مصادره شدن. این وضع رو اسفناک کرد. یعنی صرف نظر از قانون، این اختلافات قومی قبیله‌ای یا مثلا
اشکالاتی که تضادی که به وجود اومد بین انقلابیون و یه سری افرادی که در گذشته احتمالاً امکاناتی داشتن مصادره شد. یعنی ما یک عنوانی پیدا کردیم تحت عنوان مصادره. این قانون ملی کرد. در اون قانون مصادره شد و اصل 49 قانون اساسی هم آمد ثروت‌های ناشی از یک سری مسائل رو اونم باعث شد دادگاه‌های انقلابی تشکیل شدن. اموال بسیاری رو مصادره کردن. متشکرم از شما نعمت احمدی حقوقدان، متشکرم از اینکه با ما بودید. بی‌بی‌سی فارسی با تعدادی از مهاجران ایرانی پس از انقلاب در پاریس گفتگو کرده که هر روز روایت یکی از اونها رو از تاثیر انقلاب بر زندگی شخصیش میشنویم. در نوجوانی برای سقوط حکومت پهلوی مبارزه میکرد، اما پس از انقلاب 14 سال از عمرش را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند. تقی رحمانی فعال سیاسی حالا با دو فرزندش در پاریس زندگی میکند. گفتگوی پوریا ماهرویان رو با هم ببینیم. من تقی رحمانی هستم، متولد از 1300 هجری شمسی در قزوین. از 15 سالگی وارد سیاست شدم، 14 سال زندان کشیدم در دوره های متفاوت. الان 7 سال در پاریس زندگی میکنم همراه با بچه هام. انقلاب ایران که شد زندگی من پرنوسان‌تر شد و با فراز نشیب های بیشتر و همچنین تجربه که امروز تو پاریسم، 7 سال تو پاریسم و با بچه ها زندگی میکنم. و بچه هایی که به قول کیانا یه وقتی مامان هست بابا نیست، وقتی بابا هست مامان نیست. این فراز نشیب تجربیات زیادی برای شخص خود من داشته، چیزایی که خیلی متنوع و خیلی به اصطلاح گاهی جذاب، گاهی سخت، گاهی دردآور و گاهی هم غمناک بوده. شما یه فرد انقلابی بودین، قبل انقلاب ایران هم مبارزه میکردین، حالا نوجوان بودین، دستگیرم شدین. آیا فکر میکردین جایی برسین مثلا 40 سال بعد توی پاریس به عنوان پدر تنها، دوتا فرزندتون بدون مادرشون بخواین بزرگ کنید، همسرتون در زندان باشن؟ فکر نمی‌کردم واقعا اوایل، ولی خب خیلی زود من با مدیریت حاکم بر انقلاب زاویه پیدا کردم. یعنی در واقع هم اسفند 57 ظلم‌های تو شهرستان قزوین شد که من هم اینو با در شأن انقلاب نمی‌دیدم و اونجا زاویه پیدا کردم و خیلی خودم تو هم اوایل بازداشت شدم، حتی مدت چند روز تا سال 60 که به بازداشت 3 ساله منجر شد، زندان 3 ساله. ولی خب ابتدا به ساکن کسی فکر نمیکرد، من که فکر نمیکردم، چون سنی نداشتم. من 19 سالم بود انقلاب شد، به وقتی من سرباز انقلاب بودم، 15 سالگی وارد شده بودم و انقلاب شد، من 19 سالم بود و من همچین فکری نمیکردم که به این جا برسم. مثلا من این تجربه دستگیری آخرم بگم که اومدم دستگیری کنم ببرن، اینا ریشه بودن خانه ما رو دار همجوری داشتن میگردن. علی احساس کرد که من خیلی ضعیفم اونجا، واقعیت اومد گفت ما یه عمو عباس داریم تو قزوین، این دوست منه تو قزوین، فامیل ما ماست، اگه اینجا برو نمیذاشتم اونجوری خانه ما رو خراب کنید. موقع علی 3 سال خورده بیشتر نداشت، یعنی رفتار اینا برای علی خیلی دردآور بود. ولی خب علی خب این نظرم داره، یعنی برای علی احساس می‌کنم چند نفر اومدن دارن خانه رو شخ میزنن و من ازم کاری بر نمیاد. حالا یه روز خواهد فهمید که خب اون ساختار نیروهای امنیتیه، شما نمیدونی اونجا با اونا درگیر بشی که. البته من درگیر میشدم، داد و بیداد میکردیم، ولی اونا کار خودشون نمیکردن، چون 10 نفر ریخته شدن توی اتاق. خب نرگس هم حالت مریض بود و حالتش تو حالش با هم خورد و علی از این مثلا به ذهنیتی داشت. خب اینا اردو این ذهنیت دارن که یه زندگی ناام، یعنی وقتی شما نباشی استرس دارن که دوباره شما بر نمیگردی، کجا میری؟ یعنی هنوزم اینجا دارن. خب این چیزیه که بخاطر این زندگی اومده، ولی خب عواقب این زندگی دیگه. 7 سالی که ما 7 سال به من مقصر اصلا من نرگس ندیدم از ایران خارج شدم. و قبلش هم ما وقتی من ازدواج کردیم، به من ازدواج کردیم، سال بعدش من دستگیر شدم. خب دوباره چند ماه اومدیم بیرون، دوباره 2 سال من دستگیر شدم. خب یعنی 84 آزاد شدم، از 84 که تا دوباره تا 88 شد، دوباره بازم همه ماجراها شروع شد و این تا به امروز. یعنی زمانی هم که ما با هم زندگی مشترک داشتیم با بچه ها و بدون بچه هم زمان بسیار کوتاهی بوده. من یه وقت داستانی میخواندم، میگفتن یه کادر به حزب بولشویک بودن که اینا 20 سال زن و شوهر بودن ولی هیچ وقت با هم نبودن، همیشه زندان بودن. به نوعی حالت اینا زیادن توی جهان، اینا زیادن، زیاد نیستن ولی وجود دارن. خب مال ما الان به نوعی اینطوریه. شما 7 سال من 7 سال نرگس ندیدم، 7 سال
و الان سه ساله که اصلا صداشون نمیشنن، از مرتضی رفته زندان، قبل از اونم یه بار چند بار بازداشت شد. بعد برای تماس گرفتن الان به من میگن که اون نمیتواند با تو با بچه‌ها وقتی زنگ میزنه که تو دو هفته سن قد شده میدونه صحبت کنه، با ما نمیدونه صحبت کنه، میگن اون متهم فراریه تا محکومی نباید با هم صحبت کنی. و اون خودش خیلی چیزا، زندگی سیاسی، زندگی واقعی مثل فیلم‌های هندی نیست، اولش خوب باشه وسطش خراب باشه بعد آخرش خوب باشه، معلوم چی میشه. این زندگی پرتلاطمیه و با مشکلات همراه خودش. من که صبح بلند میشم به فکر دستگیری زنم هم وضعش چی خواهد شد، شرایط ایران، شرایط اجتماعی، شرایط خودم و بچه‌ها هست و یک زندگی، خلاصه یک زندگی که ثبات زیادی نداره. اگر انقلابم نمیشد بابا من زندان بازم میرفتم، بازم باید شایدم تبعیدم میشدم، باید تو زندانم. چون وقتی انتخابم کردی، چون قبل از انقلابم مخالفین رو میگرفتن زندان مینداختن و تحت فشار قرار میدادن. این واقعیت زندگی ما شده. گفتگوی پوریا ماهرویان بود با تقی رحمانی. در ادامه مرور مطبوعات روزهای انقلاب 57 نگاهی می‌کنیم به مطبوعات ایران در روز 16 بهمن. مسعود بهنود و مریم افشنگ مطبوعات آن روز را ورق می‌زنند و نگاهی می‌اندازند به انعکاس وقایع آن روز در روزنامه‌های اصلی آن دوران. سلام آقای بهنود. تیتر روزنامه‌های 16 بهمن نشون میده که تنش بین دولت بختیار و آقای خمینی بیشتر شده. در این حال مذاکره هم بینشون برقرار بود. یعنی اینطوری که اسنادی که بعداً منتشر شد، از جمله اسنادی که سفیران امریکا و انگلیس نوشتن، البته درستش بریتانیاست، نوشتن، نشون میداد که در اون روز مذاکراتی در پیش بود که از یه طرف بختیار بود، یه طرف نظامی‌ها بود و یه طرف هم کسانی بودن به نمایندگی از طرف آقای خمینی. بریم سراغ آیندگان. همینطور که داریم میبینیم بختیار میگه که تنها یک حکومت وجود خواهد داشت. بله، این درست همون روزیست که فرمان نخست وزیری مهندس بازرگان داده شد. در این صحنه که داریم میبینین عکس رو، در اون زمان هنوز هاشمی رفسنجانی کسی نمیشناخت، به همین جهت هم بیشتر روزنامه‌ها همین دو نفر رو تو اون صحنه دیدن، نه اینکه این طرف سمت راست آیت الله آقای هاشمی نشسته بود جوان و حکم نخست وزیر رو او خوند. و بنابراین به این ترتیب فرمان نخست وزیری بازرگان صادر شد. سفر میبینید که پر شده است از اخباری که دیگه درگیری نظامی توش نیست، به خاطر اینکه درگیری نظامی به میزان زیادی در این روزها کم شده بود و بیشتر صحنه در اختیار سیاستمدارا بود که حرفای مختلفی میزنن، که بعدا معلوم شد که اون پشت داره مذاکرات خیلی جدی بوده که در بسیار از این مذاکرات آمریکایی‌ها و مستشاری آمریکا اینا هم بودن و حتی اویزر تا موقعی که بوده و بیشتر سرنوشت بر سر این بوده است که نظامی ها چه میکنند، آیا میرن با مذهبیون یا نمیرن و چه انجام میدن. و بختیار همینطور. اینجا این پایین هم داریم میبینیم که داره میگه که راه قانونی برای ساقط کردن دولت بختیار. بریم سراغ روزنامه اطلاعات و جمله جالبی که از آقای بختیار نقل کرده: جمهوری اسلامی برای من مجهول است. بله، حالا دیگه هر روزی که این مذاکرات پیش میره اوضاع به بختیار سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه کسایی که میرن و میان کاملا پیداست که دارن او رو تنها میگذارن. نظامیان میلی پیدا کردن به طرف مذهبیون، تازه اون بخش آشکارش بود، بخش پنهانش ذره تیزتر هم بود. در این حال این خبرم خبر کوچیکی نبینید که 200 نفر مقام عالی هم در معرض بازداشت قرار گرفتن. این آخرین تهدید برای بازداشتی بود که در اون زمان شد. اطلاعات هم داره به قطعیت میگه که بازرگان نخست وزیر حکومت انقلابی روزنامه کیهان از مبارزه شدید پشت پرده داره خبر میده. بله، این گفتگویی که عرض کردم، این گفتگو حالا داره اینجاها یواش یواش اومده بیرون و بنابراین دو طرف دارم از معدود دفعات و شاید آخرین دفعاتی باشه که بختیار هم در بالای صفحه روزنامه ها اومده است. چرا؟ چون همزمان با اینکه این اتفاقات داشت میافتاد، یواش یواش ضعف شدید دولت که دیگه به نظر میرسید که نظامی ازش حمایت نمی کنن و این رو رقبا هم فهمیدند، داشت باعث میشد که خیلی از آدما وزیرای بختیار رو به وزارتخانه راه نمیدادن که خبرش در روزنامه‌های اون موقع هم اومده است. بریم تهران مصور رو هم ببینیم.
ببین اینجا ترا مصور داره روی جلدش با عکس این عکس وسط عکسی از کاوه گلستان داره نشون میده که آیت الله خمینی توی مذاکرات هی میگه نه، یعنی هی امتیاز بیشتری میخواد، و بختیار میگه آمادم اما، و در حقیقت داره با این ترتیب نشون میده که دست بالاتر دستی است که آقای خمینی داره و اینا مشروط است به اینکه نظامیان چه اتفاقی براشون میفته. جنبش رو هم میخواستیم یک نگاهی بهش بکنیم. بله، جنبش در حالی که روزنامه فروتنی بود، شبیه استنسیل بودش، ولی به دلیل حضور خود آقای علی اصغر رئیس جوادی که یکی از اولین کسایی بود که پیشرو اعتراض به حکومت شد و آزادی بیان خواست از شاه در نامه معروف به او، جنبش میبینید که در این مقالات که هیچکدوم اسم نداره، به نظر میرسه همش هم نوشته خود آیس جوادی باشه. شمشیر دموکراسی آقای بختیار، این پایین هم همینطور کشتار یک شنبه، همه یه مطالبی که دارید میبینید در حقیقت به یک نوعی علیه بختیاره و یکی از اینها یه تنه هم به نظامی ها زده بود و همین کشتار یک شنبه که باعث شد آیس جوادی رو نظامی ها با عنوان آخرین تکونی که به خودشون دادن دستگیر کردن که بعدم تظاهرات شد و چند روز بعد آزاد کرد. ممنون آقای بهنود، مرسی. ممنون از هر دوی شما. این بود 60 دقیقه امشب. از طرف من و جمال خدافظ.